فکر کنم هممون فیلم 300 رو دیدیم. تو این فیلم نشون میده که اسپارت ها حامی دموکراسی هم و تمدن غرب دنیای گذشته هم. 300 تا مرد که همه شکم های ششتکه دارن و با یک موجودات عجیب غریبی می جنگن که مثلا ایرانی هم. اسپارتا تو این فیلم دنبال آزادی هست و هدفشون اینه که به دموکراسی صدمه نخوره. برای همین با این موجودات عجیب غریب درگیر شدن. تو این موجودات کرگدن پیدا میشه که تو هیچ ارتشی تو ایران تا حالا استفاده نشده. تو این فیلم یک غول عجیب غریب بازی کوتاهی داره که مثلا سرباز ایرانیه. گارد جاویدان هخامنشی که 10,000 تا از خفن‌ترین نیروهای ایران قدیم بوده در این فیلم مثل زامبیا نشون میدن که ماسکای فلزی خیلی ترسناک دارن که اصلا تا به حال در هیچ قسمتی از تاریخ ایران دیده نشده. هر کسی که یه مقدار از تاریخ اطلاع داشته باشه میفهمه که این فیلم 300 جوکه و همه چی رو صدها برابر بزرگ نمایی کردن. البته در خوبی و بدی یونانی ها و اسپارتا رو خیلی خوب نشون داده که یک دروغ بزرگه و ایرانی ها رو خیلی بد نشون داده که اونم دروغ بزرگتر از اون قبلیه. تمام مطالبی که تو این ویدیو میگیم همش از منابع معتبر برداشت شده و انتقاداتیه که خود تاریخ شناسان دنیا نوشتن. معتبرترین تاریخ شناسان نوشتن که در فیلم 300 همه چیز وارونه نشون داده شده. تو فیلم میگه ما اسپارتا برای زمینمون میجنگیم، برای خانوادهمون میجنگیم و برای آزادی. ولی تاریخ شناسان میگن اون قسمت سومشو زب در بزنیم. اگر در اون زمان لشکری برای آزادی میجنگیده، اونم لشکر ایران بوده. در قسمتی از فیلم یکی از اسپارتا به یک سرباز ایرانی میگه شما دارید با آدمهای آزاد میجنگین، نه برده مثل خودتون. اینم یک جوک دیگه ایه که به شدت برعکس نشون داده شده. امپراتوری هخامنشی رو که هممون میشناسیم، بزرگترین امپراتوری باستانیه. این امپراتوری که دو بار یونان رو فتح کرد و خیلی ملت‌های مختلف زیر پرچمش بودن، برای سالها کل امپراتوری رو به بهترین نفعی ساختن بدون استفاده از یک دونه برده. در صورتی که این آدم شکم ششتیکه که این حرفو میزنه، بری تو شهرشون رو ببینی، میبینی خودش چند تا برده داره که در اون زمان بین اسپارتا و آتنی‌ها خیلی متداول بوده. تو اسپارتا به شدت برده‌داری بوده. بالاترین آدم ها اسپارت ها بودن، بعد کشاورز ها بودن، سوم برده هایی بودن که آزاد کار میکردن و چهارم برده های برده که هیچ اختیاری از خودشون نداشتن. ولی همچین داستانی در سر تا سر امپراتوری هخامنشی دیده نمیشه. امپراتوری ایران در زمان خودش به قدری پیشرفته بوده که همه چیز یک سیستمی داشته. مورخین میگن سیستم مالیاتی که در اون روز وجود داشته به شدت مدرن بوده. ساتراپ ها مالیات رو جمع میکردن و میفرستادن مرکز برای امنیت و هزینه های نظامی. که این سیستمی که هخامنشی ها پایگذاری کردن هنوزم داره اجرا میشه چون به شدت مدرن بوده. تمام چیزهای مثبتی که تو فیلم 300 درباره اسپارتا گفته شده و یا به نمایش در اومده تماماً چیزهایی بوده که مشخصات هخامنشی ها بوده. کوروش بزرگ بنیانگذار هخامنشی آزادی خواهترین پادشاه دوران باستان بوده چون هیچ چیز به اجبار به کسی تحویل نمی شده. حتی دین که در اون زمان خیلی مهم بوده و هر کسی هر جا رو می گرفته، دین مردم اونجا رو به زور به دین خودش برمی گردونده. در اون زمان در ایران هخامنشی هر شخصی زندگی می کرد، مالیاتشو می داد و به حقوق کسی تجاوز نمی کرد، یک مقیم امپراتوری بود و هیچ فرقی با اونهای دیگه نداشت. هر دینی داشت مهم نبود، هر رنگ پوستی داشت مهم نبود، همه با هم برابر بودن. اما در همون زمان در اسپارت اگر از بچگی یک هیکل درست حسابی نداشتی و مثل این آقایون شیشتیکه نبودی، یا برده می شدی یا اینکه زیاد وقت صرفت نمی کردن و می کشتنه. می گفتن این آدم مالی نیست حتی برای بردگی.
در زمانی که اسپارتا به شکل بدوی زندگی می‌کردند، در امپراتوری هخامنشی جاده‌سازی می‌شد، پست به همه جای کشور رفت و آمد داشت و امنیت همه جا بود. خیلی این فیلم 300 خوب بود، یکی دیگه هم ساختن. تو این فیلم هم اسپارتا برای دموکراسی در آتن می‌جنگن. بله، در آتن دموکراسی وجود داشت، ولی در اون دموکراسی کسی حق رأی داشت که مرد باشه و مالک زمینم باشه. در همین دموکراسی سقراط که یک فیلسوف معروف بود رو به جرم اینکه به جوونا داری کفر یاد میدی اعدامش کردن. اعدامش هم اینجوری بوده، یک کاسه زهر دادن دسته، گفتن سر بکش. 302 هم یه مش دروغ بود، چون اسپارتا که برای آتنیا می جنگیدن اصلاً واقعیت نداشت. اونها نه تنها برای دموکراسی آتن کاری نکرده بودن، بلکه همش با هم درگیری و جنگ داشتن و بیشتر درگیری ها هم برای حسادت اسپارتا به آتن بوده، چون آتنیا یه مقدار پیشرفته تر بودن. در هر صورت هخامنشی ها کنترل یونان رو در دست گرفتن و فرهنگ هخامنشی ها در یونان مقدونیه رو به وجود آورد. یعنی مقدونیه هم آتن رو نشون سر جاش، همین اسپارتا رو، و شد قدرت اول یونان. بیشتر کارشناسان تاریخی میگن که تمدن یونان باستان توسط اسکندر از تمدن ایران کپی برداری شده. همین تمدن باعث میشه که بعد از مرگ اسکندر امپراتوری روم به دنیا بیاد با همون پایه‌های فرهنگ هخامنشی، منتها نصف نیمه. و باز هم خیلی از همون مورخین و کارشناسان تاکید میکنن تمدنی که در غرب به وجود اومد پایه‌هاش از هخامنشی اومده. در کل نتیجه میگیریم که این فیلم ها ضد تمدن شرق ساخته شده و میخواستن بگن همه چیز از غرب اومده، حتی آزادی خواهی و دموکراسی و ضد بردگی. ممکنه تو فیلم بتونن همچین داستان هایی رو پیاده کنن، اما در واقعیت یه چیز دیگه است. هممون میدونیم کشور آمریکا حدود 250 سال از تأسیسش میگذره. نوشتن که توماس جفرسون برای تنظیم قانون اساسی آمریکا از کوروش بزرگ الهام گرفته. تمام حرفایی که تو این ویدیو گفتیم دارای منبع، همه منابع رو میذارم توی دیسکریپشن که اگر خواستین مراجعه کنین.